سلام مخاطبان عزیز، در این فیلم تست هایی رو از مبحث معادله خط و دستگاه معادلات خطی از ریاضی نهم حل میکنیم. البته آموزش کامل این فصل در صفحه متوسطه اول سایت وجود داره. به خاطر اینکه کل صفحه رو ببینید، من با اجازهتون مرخص میشم، یعنی هستم، اما تصویرمو شما نمیبینید، اما همراه شما تمامی مطالب رو با همدیگه خواهیم دید. همونطوری که گفتم، آموزش کامل فصل خط و معادله خط، ما اینجا گفتیم معادله خط تو دستگاه معادلات خطی. دلیلش هم این هستش که منظور از خط همون معادله خطه و روش های حل دستگاه معادلات خطی دو روش حذفی و جایگذاری رو در کتاب درسی باهاش آشنا میشیم. اما اگر بخواید آموزش کامل مباحث مربوط به ریاضی نهم رو یاد بگیرید، میتونید از سایت ریاضی.blog.ir که سایت خودم هست، فیلم های آموزشی ریاضی و فیزیک برای تمامی مقاطع دبستان تا دوازدهم رو داره. اون وقتی آدرس سایت رو بزنید توی نوارگر فایرفاکس یا اینترنت اکسپلورر یا گوگل کروم، اون بالا وقتی وارد سایت بشین اینجا نوشته درباره من، اینجا بعد بغلش نوشته دبستان، بغلش نوشته متوسطه اول. متوسطه اول یعنی هفتم و هشتم و نهم. خب شما هم که پایه نهم هستید، میتونید از تمامی فیلم ها که مربوط به نهم هست استفاده کنید. این یه خطه. به این چی میگن؟ به این دوتا محور، محورهای مختصات، محور طول ها که اصطلاحاً بهش میگن چی؟ ایکس ها، محور عرض ها یا ایگرگ. یادتونه توی دبستان ششم مختصات هر نقطه رو، مثلا نقطه آ میشد چند؟ منهای 3 و 3. هر نقطه در صفحه مختصات یه مختصات داره، طول، عرض. بعد سال هفتم دیگه با بردار آشنا شدید. بعد میگفتید مختصات ابتدا، نقطه ابتدا به علاوه بردار، مختصات بردار میشه مختصات نقطه انتها. بیایم ببینیم منهای 3 و 3 مختصات بردار چجوری به دست میامد. ابتدا یه دونه به سمت راست، یه دونه بالا، 1 و 1 میرسه به چی؟ به منهای 2 و 4 که میبینیم مختصات همون نقطه بیه. اما خط با بردار فرق میکنه. بردار ابتدا و انتها داره، اما خط از دو سو تا بی نهایت امتداد داره یا ادامه داره. هر نقطه‌ای که روی خط باشه ببینید، این نقاط که روی خط هستن، هر دو نقطه ای رو که در نظر بگیریم یه اتفاقی براش میتونه بیفته. مثلا A و B رو در نظر بگیریم. البته اینجا نباید آموزش رو مفصل بدیم که آموزشش رو دادیم، اما یه اشاره میکنیم بعد بریم سراغ تستا. بخواییم شیب رو پیدا کنیم، میگیم دلتا ایگرگ به دلتا ایکس. یعنی چی؟
یعنی مختصات یه نقطه دلخواه مثل آ رو در نظر بگیریم، منهای 2 0، مختصات نقطه B هم 2 2. شیب خط مثلا بگیریم این خط رو اسمش رو دی، شیب خط دی رو با ام دی اگر نشون بدیم ام اندیس دی اینجوری به دست میاد. یادتونه دیگه ایگرگ بی منهای ایگرگ آ 2 منهای 0، ایکس بی منهای ایکس آ که میشه 1 2. حالا معنی این 1 2 یعنی چی؟ یعنی مقدار بالا رفتن نسبتش به مقدار راست رفتن 1 به 2. میبینیم 4 تا رفته راست، 2 تا رفته بالا، 2 تا رفته بالا، 4 تا رفته پایین. بالا 2 تا رفته بالا، 4 تا رفته راست. خب حالا هر دو نقطه دیگه هم انتخاب کنیم همین اتفاق براش میفته. اصلا دلخواه مثلا، چون میخوام مشخص باشه رو صفحه شطرنجی انتخاب میکنیم، وگه نه شما اگه خطکش داشته باشید مثلا این نقطه رو بگیرید آ، این نقطه رو هم بگیرید بی، با خطکش بریم اندازه بگیریم اینو تقسیم کنیم بر این، مثلا 3 تا اینجا، اینم نیم این بر، اینم نیم این بر، مثلا 4 تا. ببینیم همون 4 2 به 4 هست. یا اینجا مثلا 30 رو در نظر بگیریم و دی بزرگ، مختصات نقاط، نقاط با حروف لاتین بزرگ نمایش میدن. 30 چنده؟ منهای 4 و منهای 1. دی چنده مختصاتش؟ 3 و 4 رو ببخشید 3. حالا ام سی و دی هم روی همون خط دی هم. ببینیم آیا شیبشون همونه. 3 منهای منهای 1، 4 منهای منهای 4، میرسیم باز به همون 1 2. مفهوم شیب پس چیه؟ مقدار بالا رفتن به ازای راست رفتن، مقدار بالا رفتن. اینجا الان 4 تا بالا رفته، چند تا راست اومده؟ 8 تا، 4 8 که همون 1 2. وقتی هم شیب زیاد باشه خب یعنی بیشتر بالا رفته تا اینکه راست رفته باشه. اما دستگاه معادلات خطی یا دستگاه دو معادله دو مشهور چجوری حل میشه؟ یه روشش رسمه. میخوایم 2x منهای 3y مساوی منفی 1 رو حذف کنیم، چیکار کنیم؟ 2 تا نقطه مثلا به x میدیم 0. بعضیا میگن وقتی x و y دلخواه، بعد x رو میدن مثلا 0، y رو خودشون مثلا در نظر میگیرن 2. نه، x رو میدی 0، y به ازای اون به دست میاد. x رو دلخواه بده، اما y رو میشه 2 ضرب در 0 به دست میاد، میشه چند؟ 1/3. پس 0 و 1/3 مثلا اینجا، بعد به ایگرگ بدیم 0، دل بخواهه ایکس در میاد منفی 1/2 اینجا. حالا این دوتا نقطه رو اگه به هم وصل کنیم امتداد بدیم، اول دوتا نقطه رو به هم وصل میکنیم، بعد از دو سو امتداد میدیم، اما شما با خط کش رسم کنیم. حالا این یکی x به علاوه 2y مساوی با 3، x رو میدیم 0، y در میاد 3/2، y رو میدیم 0، x در میاد 3. این دوتا نقطه هم مشخص کنیم، 3 و 0 و 0 و 3/2. 3/2 همون 1 کنیم.
دو تا نقطه رو به هم وصل میکنیم، از دو سو امتداد میدیم. یه نقطه ای هست که روی هر دوتا قرار داره، این نقطه مثلا بگیریم آ، محل تقاطع دو خطه، هم روی خط مثلا اسمشو بگیریم اینو L1، اینو بگیریم L2، این L2 بود درسته، این L1 روی هر دو قرار داره. اول از همه اگر به ما بگن شیبا پیدا کنید، میدونید دو ایکس من های سیگرگ مساویه منفی یک، میتونید به صورت استاندارد در بیارید، یعنی ایگرگ یه طرف تنها بشه، پس منهای سیگرگ میره اون طرف، دو ایکس به علاوه یک، دو طرف رو تقسیم بر سه میکنیم، ایگرگ میشه دو سوم ایکس به علاوه یک سوم. اما ایگرگ مساویه با آ ایکس به علاوه بی دیگه، که آشی به خط بی ارزد قبله، اینجا همون یک سومه، اینم شیبش دو سوم. برای L2 هم میتونیم همین رو انجام بدیم، ذهنی ببینیم، میتونیم ایگرگ مساوی با منفی یک دوم ایکس به علاوه سه دوم. خب شیبش میشه منهای یک دوم و عدد مبدأش میشه سه دوم. حالا میخوایم این دستگاه رو حل کنیم. یه روش همینه که اینو در منهای دو ضرب کنیم، x پایین میشه منهای دو x، منهای چهار y مساوی منفی 6، بعد طرف های چپ رو با هم جمع کنیم، دو x و منهای دو x میره منهای سه y و منهای چهار y میشه منهای هفت y مساوی منفی 7، ایگرگ میشه 1. ایگرگ رو که به دست آوردیم قرار میدیم توی یک کدوم این معادلات، ایکس به دست میاد، مثلا توی این پایینی قرار بدیم میشه ایکس به علاوه 2 مساوی با 3، میبینیم ایکس هم در میاد 1. با اینکه خیلی هم دقیق رسم کردیم میبینیم 1 و 1 هست. یه روش دیگه هم این هستش که به صورت استاندارد در بیاریم، البته اینم به صورت همینی که هست مشکلی نداره، اما اگر هم به صورت استاندارد در بیاریم ایگرگ مساوی منفی یک دوم ایکس به علاوه سه دوم، یه دونه خط ها بود، اون یکی خط چی شد؟ دو سوم ایکس به علاوه یک سوم. خب اینجا میتونیم اگر پایینی رو در منها یا بالایی رو در منها ضرب کنیم، ایگرگ ها حذف بشه، بعد میشه طرف راست، طرف چپ که میشه صفر، منفی یک سوم، منفی دو سوم و منفی یک دوم ایکس با هم دیگه جمع بشه و علاوه منفی یک سوم و سه دوم. حالا اینو حل کنیم، مخرج مشترک 6، منهای دو چهار تا، منهای 7 ششم ایکس به علاوه 7 ششم مساوی با 0، باز به ایکس مساوی با 1 میرسیم، قرار بدیم ایگرگ مساوی با 1 کم به دست میاد. این روش روش حذفیه. روش جایگذاری هم بگیم یادآوری بشه کامل. از هر روشی حل کنیم دستگاه دو معادل دو مجهول رو به ما نقطه تقاطع رو میده، چه روش حذفی. اما روش جایگذاری چیه؟ x رو بر حسب y اگه به دست بیاریم، یعنی 2y میره اون سمت، میشه منفی 2y به علاوه 3. در معادله بالا به جای x قرار میدیم منهای 2y به علاوه 3، پس میشه 2 ضرب در منفی 2y به علاوه 3 منهای 3y مساوی منهای 1. پس چی کار کردیم؟ x رو از این معادله پیدا کردیم، گذاشتیم توی این معادله به جای xش، ضرب انجام بدیم، منهای 4y به علاوه
6 منهای سه گرگ مساوی منفی 1. ساده کنیم میشه منهای 7 گرگ مساوی منفی 7. ایگرگ باز در میاد 1. قرار بدیم x رو باز به دست میاریم 1. یکی از فعالیت های مهم کتاب اینه میخواد به ما بگه اصلا معادله خط یعنی چی. معادله چی بود؟ معادله یادتونه x به علاوه 1 مثلا مساوی با 5، حلش میکردیم x رو در میآوردیم 4. معنی x مساوی با 4 این بود اگر به جای x بذاریم 4 دو طرف صدق میکنه. معادله یه تساویه که به ازای یک مقدار یا چند مقدار برقراره. حالا چند مقدارم میگید یعنی چی؟ مثلا x مساوی با 4 به ازای x مساوی 2 و x مساوی منفی 2 برقراره. باز این یه معادله است. اما اتحاد، مثلا اتحاد مزدوج x منهای 1 در x به علاوه 1، اون طرفش چی میشد؟ x2 منهای 1. اینو این طرف بذاریم مثلا 2، این طرف هم بذاریم 2، خب x دیگه باز تساوی برقرار. به ازای همه مقادیر اتحاد برقرار. فرق اتحاد با معادله اینه که اتحاد همیشه برقراره. خب مثلا حاصل ضرب همینه، اما معادله به ازای برخی از مقادیر برقراره. معادله خط هم همینه، معادله خط هم به ازای برخی از مقادیر هست اما بی شمار. به عبارت دیگه درسته بی شمار جواب داره اما نه هر جوابی. میگه x به علاوه y مساوی با 10، اگر x 1 y 9، اگر x 2 y 8، اگر y 3 x 7، اگر y 4 x 6، اگر x اگر y 0 x 10. میگه توضیح دهی چگونه پاسخهای مختلف این معادله را میتوان پیدا کرد. یه روش اینه که بگیم x به علاوه y رو که داره به من میگی 10، x رو میذارم 1، y به دست میاد. میگه آیا تساوی برای x مساوی با 2 y مساوی 5 برقراره؟ میگیم نه. چرا؟ چون 2 به علاوه 5 به جای x گذاشتیم 2، به جای y گذاشتیم 5، مساوی با 10 نیست. وقتی نیست یعنی چی؟ یعنی اگر خط x به علاوه y مساوی با 10 که همون y مساوی با 10 منهای x را حذف کنیم، 10 منهای x چی میشه؟ به جای x بذاریم 0 و به جای x بذاریم 10، این دو نقطه. اما x مساوی 2 و 5 کجا قرار میگیره؟ اینجا روی خط نیست. میگه چرا این معادله است اتحاد نیست؟ اولا که اسمش معادله خطه، دوما اتحاد نیست به خاطر اینکه بذاری همه مقادیر برقرار نیست. اما یکی از تمرینای کتاب میگه دستگاه دو معادله دو مجهول داده شده رو حل کنید. اول ساده میکنیم میشه 2x منهای 2y به علاوه 3y مساوی با 4. پایینی هم ساده میکنیم 3x منهای، اولین کار توی حل همه معادلات ساده کردنه. باز باید ایگرگا رو ساده کنیم، این علامت ها کلادم میداریم. اینی که الان نوشتیم یک معادل همین دستگاه داده شده است، فقط ساده شده. باز این همونه، پایینم هم مینویسیم 2x به علاوه ایگرگ مساوی با 4 منهای x. ببینید x زیر x باشه خیلی بهتره برای ادامه کار، مساوی با 7. دقت هم کنیم مثلا x y این طرفه، برای اینم x y این طرف عدد ثابت اون طرف. چی کار کنیم؟ بالایی رو در منهای 2 ضرب کنیم میتونیم، پایینی رو در 2 ضرب کنیم باز میتونیم. اگر پایینی رو در 2 ضرب کنیم میشه منهای 2x با 2x میره 4 y و y میشه 5 y، 2 7 تا 14 تا با
4 تا 18 تا ایگرگ رو که به دست آوردیم میذاریم، ایکس به دست میاد دیگه، بقیهش رو بلدیم. خب بریم سراغ این یکی. اول از حالت کسری در میاریم، در 6 ضرب میکنیم کلش رو، میشه 3 در x منهای 1، بقیهش هم که شبیه قبلیه. ساده میکنیم و بعد ادامه. میگه یک جواب برای x و y طوری تعیین کنید که تساوی زیر برقرار باشد. چه موقع 2 به توان یه چیزی برابر با 3 به توان یه چیز دیگه ای میشه؟ پایه هایی که با هم برابر نیست، توان هم که با هم برابر نیست. اگر صفر به نظرمون بیاد، 2 به توان صفر میشه 1، 3 به توان صفر هم میشه 1. این ایده خوبیه. میگیم 2x منهای y منهای 2 مساوی با صفر، از طرفی توان x هم میذاریم صفر، x به علاوه y منهای 1 مساوی با صفر. خب این چی شد؟ دستگاه دو معادله دو مجهول. آیا باید به صورت مرتب شده در بیاریم؟ نه آقا، همین طرف چپ رو با هم جمع کنیم، ایگرگ با ایگرگ میره میشه 3x منهای 3 مساوی با 0، x در میاد 1، ایگرگ چند در میاد؟ قرار میدیم تو این پایینی یا بالایی؟ اصلا این دفعه تو بالایی قرار میدیم، میشه 2 منهای ایگرگ منهای 2 مساوی با 0، ایگرگ در میاد 0. مگه ایگرگ به دست نمیاد؟ چرا دیگه؟ 2 منهای 2 میشه 0، میره ایگرگ میره اونور، ایگرگ و ایکس رو به دست آوردیم. مثل هر معادله دیگه ای میتونیم امتحان کنیم جوابی که به دست آوردیم، ببینیم صدق میکنه یا نه. یعنی امتحانش اختیاریه، برای اینکه مطمئن بشیم درست حل کردیم. 2 ضرب در 1 منهای 0 منهای 2، بله میشه 2 به توان 0. اون طرفم 3 به توان 1 به علاوه صفر منهای 1، باز میبینیم توان اون طرف هم صفر در میاد. اینجا هم همون مفهوم شیبه. ببینید نقطه B نقطه A، مقدار پایین اومدن چقدره؟ منهای 3. مقدار راست رفتن چقدره؟ 1. شیبه این منهای 3. حالا این دوتا نقطه رو در نظر بگیریم، دی و سی. مقدار پایین اومدن چقدره؟ منهای 6. مقدار راست رفتن چقدره؟ 2. این همون دلتا ایگرگ به دلتا ایکس. هر چقدر شیب بیشتر باشه، این دلتا ایگرگ به دلتا ایکس بیشتره. البته منفی بودن قدر مطلقش رو در نظر میگیریم، منظور شیب رو در نظر میگیریم. ببینید یک خطی که شیبش کمه، خیلی کمه، اصلا شیب نداره، میگیم صفر. یک خطی که شیبش زیاده میتونه به این صورت باشه، شیب مثبت، یا به این صورت باشه، شیب منفی. هر دوتا شیبش زیاده، مثلا اینم شیبش زیاده، شیب منفی. پس دلتا ایگرگ به دلتا ایکس، البته اگه بخوان بگن شیبا رو مقایسه کنید باید منفی ها رو لحاظ کنید، اگه بگه قدر مطلق وقت دیگه مشخصه، اما وقتی میگن شیب نداره یعنی شیب صفره، یعنی افقیه. خب اینجا دو تا نقطه رو داده، میخواد معادله خط رو بنویسیم. این مهمترین سوالی هست که اگر بخواد یه سوال از این پس بیاد اینه. این دو نقطه رو به ما داده، ما میگیریم A و B، مختصاتشون اول از همه مینویسیم. A مختصاتش 0 و منهای 1، B مختصاتش 1 و 1. شیب چی بود؟ دلتا ایگرگ به دلتا ایکس. فرقی نمیکنه کدوم نقطه رو نقطه 2 کدوم نقطه رو نقطه 1 بگیریم. مثلا نقطه
ایگرگ بی، به این میگن اندیس، این کوچیک پایین می نویسیم. فرقی نمیکنه گفتم، اگر بنویسیم ایگرگ آ منهای ایگرگ بی، چون یه منفی تو بالا یه منفی تو پایین فاکتور بگیریم به هم میرسیم دیگه، چه از بالایی استفاده کنیم چه از پایین. ایگرگ بی یک منهای منهای یک به روی ایکسش، یک منهای صفر، میرسیم به دو. اینجا هم همینجور، ایگرگ آ منهای یک منهای یک صفر منهای یک، باز میرسیم به دو. شیبو که پیدا کردیم، عدد مبدا رو داریم، میگیم ایگرگ مساوی آ ایکس به علاوه بی، ایگرگ مساوی با میشه چی؟ شیبو به دست آوردیم، مثبت دو ایکس منهای یک، منهای یک هم عدد مبدا. یه فرمول آقای رضایی داریم که بتونیم شیبو به دست آوردیم بدون اینکه نگاه کنیم عدد مبدا؟ حالا اینجا عدد مبدا رو داده، اگر عدد مبدا نداده باشه چی؟ مثلا به ما بگی معادله این خط رو بنویسید، یا معادله این خط رو بنویسید، این دوتا نقطه رو داده باشه. معادله اگر بخوایم بنویسیم فرمولش اینه، ایگرگ منهای ایگرگ یک مساوی ام در ایکس منهای ایکس یک. میخواید الان از این فرمول استفاده کنیم؟ ایکس یک و ایگرگ یک مختصات یه نقطه روی خطن، ام هم کشی به خط. میایم مثلا نقطه آ رو در نظر میگیریم، ایگرگ یک مختصات ایگرگ برای نقطه آ، شیبا داریم دو، ایکس منهای صفر. آقای رضایی اگه نقطه بی رو بگیریم هم همین به دست میاد؟ بله، الان امتحان میکنیم، ایگرگ میشه دو ایکس منهای یک. حالا اگر بخوایم نقطه بی رو در نظر بگیم، ایگرگ منهای یک مساوی دو در ایکس منهای یک، یه خط یه معادله داره دیگه، میبینیم ایگرگ باز اینجا در میاد، دو ایکس منهای یک. اما این سوال، برخی از سوال ها سوال های چالشی هن در کتاب، مثل این میگه در معادله ایگرگ مساوی آ ایکس علاوه یک اگر به جای آ عدد های مختلفی قرار دهیم، معادله خط های زیادی به دست میآید که به ازای آ مساوی یک، آ مساوی دو، آ مساوی منفی یک، این خطها را رد کنید، این خطوط چه ویژگی مشترکی دارن؟ حتما شما از خطکش استفاده کنید. خب ایگرگ مساوی با آ ایکس به علاوه یک، میگه به جای آ بذاریم یک میشه ایکس به علاوه یک، به جای ایگرگ بذاریم، به جای آ بذاریم دو میشه دو ایکس به علاوه یک، به جای آ بذاریم منهای یک، ایگرگ مساوی منفی ایکس به علاوه یک. خب همه یکاش ثابته، یعنی مثلا ایگرگ مساوی ایکس به علاوه یک رو اگه من بخوام با رنگ های مختلفی رسم کنم، مثلا x به علاوه 1 0 و 1 میشه منهای 1 و 0 اینجا، این y مساوی x به علاوه 1، y مساوی با 2x به علاوه 1، شیبش بیشتر شده، دو برابر شیب قبلی، به جای x بذاریم 0 همون نقطه 0 و 1، به جای x بذاریم منهای 1 میشه منفی 1، پس 1 و منهای 1، 1 و 3، اگه منهای 1 قرار بدیم منهای 1 و منهای 1 اینجا میشه. به خورده تمیزتر بکشیم، از منهای یک و و خط منهای ایکس به علاوه یک بذاریم صفر و یک، یک هم بذاریم میشه یک و صفر. همه این خطوط
از 0 و 1 میگذرن. 0 و 1 هم همین نقطه ای هستش که اینجا مشخص میکنیم، مثلا نقطه A. همه این خطوط عرض از مبدأشون ثابته، یعنی شیب تغییر کرده، عرض از مبدأ همونه. شیب یعنی چی؟ همون زاویه‌ای که با محور افقی میسازه، اون زاویه فرق کرده، اما این نقطه عین یک پیچی که اینجا شده، این خطوط داره هی تغییر میکنن، اما اون پیچه باعث شده اون خطوط اونجا ثابت تو اون نقطه باشه. اما سراغ تستا بریم. دستگاه دو معادله دو مجهول رو دیدیم، اما اینجا دستگاه سه معادله سه مجهول رو داده. روش رو یاد بگیریم برای 4 معادله 4 مجهول، 5 معادله 5 مجهول. ببینید حتما باید به تعداد متغیرها معادله داشته باشیم بتونیم حل کنیم. اینجا 3 تا معادله 3 تا مجهول میتونیم حل کنیم. خب اولین کاری که میکنیم یکی از متغیرها رو بر حسب اون دوتای دیگه مینویسیم. مثلا اینجا Z مساوی با 5 منهای 3x به علاوه y. چی کار کردم؟ Z رو اشتباه، درست باید Z رو ببرم اون بر میشه 3x منهای y منهای 5 منهای زد بره اون بر مثبت 5 میاد. حالا در دو تا معادله 1 و 2 به جای زد میذارم 3x منهای y منهای 5 میشه x به علاوه 3y منهای 3 در 3x منهای y منهای 5. اونایی که زیاد تست حل کرده باشه این مرحله رو ذهنی انجام میدن دیگه، اما ما میخواییم کامل بنویسیم بدونیم دقیقا چه مراحلی رو در حل یه دستگاه سه معادله سه مجهول باید انجام بدیم. خب الان تبدیل شد توی دومی، درسته سه ای گیره گه اینا منها باید باشه چون به جای زد قرار دادیم سه ایکس منهای ایگرگ منهای 5 مساوی با 3. خب ساده کنیم این دستگاه دو معادله دو مجهول رو، ایکس منهای 9 ایکس میشه منهای 8 ایکس. دیگه این مرحله رو یه ضرب انجام بدیم، خیلی جا نداریم. سه ایگرگ و منهای میشه به علاوه 6 ایگرگ، بعد این 15 میره اونور میشه منهای 15 باز منهای 13 میشه منهای 28. بهتر x هم به یه صورت دیگه می نوشتن که با ضرب قاطی نشه. 2x و 3x میشه 5x، 2y منهای y میشه به علاوه y مساویه منهای 5 میره اونور مثبت 5. حالا چجوری حذف کنیم؟ این پایینی رو اگه در منهای 6 ضرب کنیم خوبه، y حذف میشه میشه منهای 38 x منهای 48 و منهای 28 با هم جمع بسته بشه منهای 76 x میشه 2. x رو که به دست آوردیم اینجا قرار بدیم 10 به علاوه y مساوی با 8 y در میاد منهای 2. x و y رو به دست میاریم میذاریم اینجا 6 منهای 2 میشه به علاوه 2 منهای 5 میشه 3. حالا x ضرب در y ضرب در z میشه منهای 12. حتما شما یه بار باید حل کنید. از محل تقاطع دو خط دی1 و دی2
این دی یک، این دو دو، پس اول محل تقاطعشون رو پیدا کنیم و دستگاه دو معادل دو مشهور. ادامه سوال نخوندم؟ باشه، الان میخونم. تا محل تقاطع اون دوتا خط دی سه و دی چهار، پس باید دستگاه اینم حل کنیم. ممکنه بگید چه سوالیه؟ دوتا سوال رو تو یه دونه سوال دادن چقدر مگه وقته؟ من میگم که کسایی که تست زیاد حل میکنن محاسباتشون خیلی سریع تر از افرادی هست که کم سوال حل میکنن. یعنی اینو میاد سریع، اینو در منهای دو، اینو در سه، ایکس ها حذف میشه، 9 ایگرگ، منهای 4 ایگرگ میشه 5 ایگرگ، 21 منهای 6 میشه چند؟ 15. ایگرگ رو در میاره اینجا 3 قرار میده میشه 6، میره اونور منهای 6 با 3 منهای 3، ایکس رو در میاره منهای 1. این یکی دقت میکنه که میتونه 4 رو اینجا بذاره، منهای 3 رو، بعد ایکس رو حذف بشه، 16 ایگرگ با این میشه 25 ایگرگ، 20 با منهای 45 میشه منفی 25، ایگرگ رو در میاره منهای 1، در این قرار میده میشه 3، میره اونور میشه منفی 3، 4 ایکس مساوی با 12، ایکس رو در میاره 3. پس محل تقاطع برای این منهای 1 و 3، برای این 3 و منهای 1، مثل هم نیستن و برعکسن. خب معادله رو باید بنویسیم. تازه دو تا نقطه رو به دست آوردیم، A و B، باید معادله خط گذرنده از A و B رو به دست بیاریم. M شیب خط مساوی شیب خط AB، ایگرگ آ منهای ایگرگ بی، سه منهای منهای یک، منهای یک منهای سه میشه چهار منهای چهارم. شیب که به دست آوردیم میریم به همون فرمول، ایگرگ منهای ایگرگ یک مساوی ام در ایکس منهای ایکس یک، یا آ با یا با بی، ایگرگ منهای با بی به علاوه یک مساوی شیب هم که در آوردیم منهای یک، ایکس منهای سه. ساده کنیم، ایگرگ مساوی منفی ایکس به علاوه سه، یک هم میره اونور منهای یک میشه ایگرگ مساوی منفی ایکس به علاوه دو. از همین گزینه یک رو نگاه کنیم، درسته به جای ایکس بذاریم پنج، میشه منهای 5 به علاوه 2 منفی 3 قرار داره. مثلا اگر اینجا گزینه 2 رو بذاریم، منهای 5 باید ایگرگش 7 میشد که 4 قرار نداره. مساحت زوزنقه‌ای که بین خطوط، اول شکلش رو رسم کنیم ببینیم چی میگه. ایگرگ مساوی با 3، این خط ایگرگ مساوی با 3، همه نقاطی که روی این خط قرار دارن ایگرگشون 3، اما دو ایکس به علاوه 3 ایگرگ مساوی با 12 رو با یه رنگ دیگه رسم کنیم. به جای ایکس میذاریم 0، ایگرگ در میاد 4، به جای ایگرگ میذاریم 0، ایکس در میاد 6. میتونید با پرانتز یا با صورت اینجوری نمایش بدید. خب 0 و 4 کجاست؟ اینجاست. 6 و 0 کجاست؟ مثلا اینجا. حالا زوزنقه کجاست؟ زوزنقه اینه. نقطه اینجا میذارم. خب
دوزنقه چجوری مساحتش به دست میاد؟ مجموع دو قاعده ضرب در ارتفاع تقسیم بر دو. این انقدر چیشه؟ ارتفاعشه. چنده؟ سه. این انقدر چیه؟ قاعده بزرگشه. چقدره؟ شیشه. اما این قاعده کوچیک رو چجوری به دست بیاریم؟ کافیه بدونیم محل تقاطع، مثلا آ، طولش چقدره؟ میشه همین فاصله. حالا محل تقاطع رو چجوری به دست بیاریم؟ ایگرگ مگه سه نیست؟ به جای ایگرگ میداریم سه. دستگاه دو مدل دو مشهوره؟ بله، اما راحت تره از روش جایگذاری بریم، چون ایگرگ رو داریم سه. میگه ایگرگ نقطه سه. خب پس میشه دو ایکس به علاوه سه ضرب در سه نه مساوی با دوازده. ایکسش در میاد سه دوم یا یک و نیم. پس این یک و نیمه. چقدره؟ یک و نیم. مختصات آ یک و نیم و سه. خب مجموع دو قاعده شیشه به علاوه یک و نیم ضرب در ارتفاع تقسیم بر دو که میشه هفت و نیمه. ضرب در سه تقسیم بر دو. میگه تو گزینه ها نیست. اینو میبینید؟ 21.5 و ببخشید 22.5 و صورت مخرج رو در دو ضرب کنیم میرسیم. سوال 4 میگه ناحیه های مختصاتی رو به شکل ناحیه اول، ناحیه دوم، ناحیه چهارم، ناحیه سوم تعریف میکنیم. ببینیم وقتی که ما دستگاه محورهای مختصات رو رسم میکنیم، به این ناحیه میگن ناحیه اول یا ربع اول، x مثبت، y مثبت. به اینجا میگن ربع دوم، x منفیه، یعنی هر نقطه اینجا در نظر بگیریم xش منفیه، yش مثبت. اینجا روبه سوم یا ناحیه سوم x و y برای این نقاطی که اینجا قرار میگیره هر دو منفی، روبه چهارم x مثبت y منفی. میگه خطی که از محل برخورد خطوط D1 و D2 میگذرد و موازی 2y مساوی 5x به علاوه 3 است از کدام ناحیه عبور نمی کند؟ خب اول از همه این دستگاه دو معادل دو مجهول رو حل میکنیم. محل برخورد اونها یه نقطه است. شیب خط هم از اینجا به دست میاریم. شیب از اینجا، نقطه از اینجا. ببینیم خط وضعیتش چیه. ایگرگ مساوی میشه 5 دومه ایکس به علاوه 3 دوم. و اینجا هم اگر بالایی رو در منهای 4 ضرب کنیم، پایینی رو در 3، ایکس ها حذف میشه، میشه 20 ایگرگ مساویه با 64، 21 ایگرگ مساویه با 7 تا 21، 3 4 تا 12 تا 141. جمع میکنیم 41 ایگرگ مساویه 205، ایگرگ میشه 5. ایگرگ رو که به دست آوردیم در پایینی مثلا قرار بدیم، میشه 4x به علاوه 35 مساوی با 47. 47 منهای 35 میشه 12، x میشه 3. پس نقطه ایه مورد نظر 3 و 5. شیب هم که داریم از فرمول ایگرگ منهای ایگرگ 1 که 3 و 5 نقطمون هست، ام در ایکس منهای اینجا میشه ایگرگ مساوی 5 دوم ایکس منهای 15 دوم به علاوه 5. عرض از مبدأ میشه چند؟ منهای 2.5 یا منهای 5 دوم.
یعنی خطمون اینجوریه، شیبش هم مثبت دیگه، 5/2. حالا از کجا نگذشته؟ از این که گذشته، از این گذشته، این ناحیه هم گذشته، از ناحیه 2 نگذشته دیگه. بریم سراغ تست بعدی. میگه دستگاه این معادله خطی بی نهایت جواب داره. ببینید اگر دستگاهی بی نهایت جواب داشته باشه یعنی چی؟ اگر موازی باشه اصلا جواب نداره، اگر متقاطع باشه یه جواب داره، اما بی نهایت جواب یعنی چی؟ یعنی بر هم منطبقه. چجوری بر هم منطبقه؟ نگاه کنید، x به علاوه y مساوی با 2، در 2 ضرب کنیم میشه 2x به علاوه 2y مساوی با 4. این دوتا قد اصلا یه خطن دیگه، وقتی بر هم منطبقن یعنی دوتا یه خطن. حالا ممکنه بگید این که 2 برابر نشده. خب باشه، یه نسبتی داره دیگه، 8 به 5، 1.6 برابر شده. پس میگیم 3 به روی 2 منهای آ همون نسبت رو داره که بی به علاوه 4 به روی بی منهای 2 داره، همون نسبت رو 8 به 5. مثل اینجا 1/2 1/2 1/2. حالا میگین اینو چجوری حل کنیم؟ یه طرف این وسط، این 3 به روی 2 منهای آ مساوی با 8/5، 15 مساوی 16 منهای 8 آ در میاد 1/8. بی باز یه همینجا طرف وسط این کنیم، 5 بی به علاوه 20 مساوی 8 بی منهای 16، 3 بی مساوی با 36، بی در میاد 12. بی 12 اینم که 8 تا 1/8 میشه گزینه 2. میگه از متوازی الاضلاع ABCD مختصات سه رأسش رو داریم. یه رسمی انجام بدیم. باز میگم شما حتما تمیزتر از من یک بار رسم رو انجام بدید. منهای 1 این A، 3 و 5 این B، 0 و منهای 4 اینم C، D. خب این اینجوری، اینم اینجوری. حالا مختصات قطر آسی از کدام نقطه عبور میکنه؟ ما اول باید C رو پیدا کنیم. فرض کنیم مثلا این سی باشه اینجا، نمیدونیم دیگه، از طریق رسم که داره رسم نمی کنیم که، سر امتحان ممکن اصلا مختصات ها خیلی بزرگ باشه، ما از طریق جبری میخوایم حل کنیم. میگیم آ بی رو داریم، شیب دی سی هم همونه، از این میتونیم استفاده کنیم یا نه؟ بگیم آها، ببینید، بذارید با یه رنگ دیگه مشخص کنیم چی میخواییم بگیم. نقطه آ برای اینکه به نقطه دی برسه یه خورده اومده پایین، یه خورده رفته راست. نقطه بی هم همونو اومده پایین و باید همونقدر بره راست. یه بار دیگه، نقطه آ چون دو ضلع متوازی الاضلاع از مقابلش با هم موازی هم دیگه، این موازی اینه دیگه، پس میگیم آ اومده چقدر پایین به دی برسه، چیشو باید از هم کم کنیم؟ 7 اومده پایین، چند تا رفته راست؟ یه دونه. پس 7 اومده پایین، یه دونه رفته راست.
نقطه بیم هفتا باید بیاد پایین، پس عرضش میشه پنج منهای هفت منفی دو و یه دونه بره راست، سه به علاوه یک چهار، پس میشه چهار و منهای دو، این پس میشه چهار و منهای دو. برای دیو سی هم آبی هم همینو میتونیم بگیم؟ بله میتونستید بگید میخواید بریم امتحانم کنیم، بد نیست. آ برای اینکه به بی تبدیل بشه یا برسه چند تا، اول بگیم طولاش، این دفعه طولا بگیم، چهار تا به طولش اضافه شده، جای خالی بذاریم مشخصه دیگه، چهار تا به طولش اضافه شده راست رفته، بعد دو تا هم به عرضش اضافه شده بالا رفته، پس دی هم برای اینکه به سی برسه باید چهار تا بره بالا منهای آن، چهار تا بره راست، درسته چهار تا بره راست، صفر به علاوه چهار منهای چهار به علاوه دو هم باز میرسیم به همون چهار و منهای دو. خب قطر آسی از کدام نقطه؟ پس باید معادله این خط رو بنویسیم. میگید پاره خط، درسته این قسمتش پاره خط، اما این پاره خط قسمتی از یه خطه، پس مختصات آ رو داریم منهای یک و سه، مختصات مساوی باید بذاریم بین مختصات و نقطه، بذاریم بهتره دیگه، سی چهار و منهای دو، شیبش میشه ام آسی دیگه، ذهنی بگیم دیگه، منهای پنج پنجم میشه منفی یک، ایگرگ منهای با این نقطه داره مینویسیم، منهای یک ایکس به علاوه یک ساده کنیم، ایگرگ میشه منفی ایکس به علاوه دو، چون منهای یک درسته. حالا سه رو بذاریم اینجا، نه نمیگذره، آهان ببینیم سه بذاریم، این میگذره، سه و منهای یک، دو رو بذاریم میبینیم که نقاط دیگه نمیگذره. سوال خوبی بود، خیلی مفهومی در حد کتاب، این سوال استانداردیه، اما خب سطحش بالا، عمقی مفهومی، مساحت محصور بین دو مثلثی که با این خطوط اما این سوال میگه مساحت محصور بین دو مثلثی که با خطوط دی یک و دی دو و محورهای مختصات به دست میآیند چند واحد مربع است؟ اول یه رسمی انجام بدیم، باز از شما میخوام که حتما از خطکش استفاده کنید که در رسم دقیق تری به دست بیاد. من سعی میکنم تا اونجایی که میشه خوب رسم کنم، اما باز به دلیل اینکه داره با دست رسم میکنم اصلا دقت خوبی نداره. فرض کنیم این خطوط محورهای مختصات هم، این معادله بالا رو تقسیم بر دو کنیم، همونطور که میتونیم تقسیم بر دو کنیم میتونیم ضرب در دو کنیم، تقسیم بر دو هم میتونیم کنیم. خب پایینی هم خودشو مینویسیم. خب محل تلاقیشون رو پیدا کنیم یا نکنیم؟ اول رسمشون کنیم، 4x به علاوه 3y مساوی با 6x رو بدیم 0، y در میاد 2، این دفعه y رو میدیم 0، x در میاد 6 چهارم یا 3 دوم، این دوتا نقطه رو مشخص کنیم، 0 و 2، 3 دوم و 0، این دوتا نقطه رو به هم وصل میکنیم،
امتداد میدیم. این خط اولمون، خط پایینی به جای x میذاریم صفر، y در میاد 6، به جای y میذاریم صفر، x در میاد 4. این 3 این 4 و 0 و 0 رو 2 3 4 5 6. به نظر میاد خیلی شبیه دو تا خط موازیه. دلیلش هم اینه، منهای بی آم یه فرمول تستی از منهای بی آم، همون منهای 3 4 اگر به صورت استاندارد در بیاریم شیبه این منهای 3 4 می شیبه این منهای 2 3 دیگه. آره این دوتا نقطه رو اگه به هم وصل کنیم امتداد بدیم یه جایی همدیگر رو قطع میکنن. اما از ما چی رو خواسته؟ مساحت محصور بین، آها اینو خواسته، بین دو مثلث. اینه، این ناحیه که الان دارم رنگ میزنم و میخواد. چجوری این مساحت رو به دست بیاریم؟ موازی که نیست، منهای بی نه. آها شما این مثلث قائم الزاویه بزرگر اگه در نظر بگیرید، این مثلث قائم الزاویه کوچیکر ازش بردارید، این ناحیه بینش به دست میاد. خب اینو که الان داریم، اینم داریم، مثلث قائم الزاویه کوچیکه، از رای قامش 2 ضرب در 3 دومه، تقسیم بر 2 هم که بشه میشه 3 دوم. این مساحت مثلث قائم الزاویه کوچیک. مساحت مثلث قائم الزاویه بزرگم این 4، اینم 6. 4 ضرب در 6 تقسیم بر 2 میشه 12. 12 منهای 3 دوم 24 منهای 3 21 دوم. تو گزینه ها نیست، کجاش اشتباه کردیم؟ 4 ضرب در 6 24 تقسیم بر 2 3 دوم ضرب در 2 تقسیم بر 2 من تو گزینه ها دیدم اینو اشتباه تایپی بوده 21 دوم. البته اون راهی که اون رفته بود خیلی طولانی بود، میخواید ببینید؟ ببینید. اومده در نظر گرفته به این صورت دو تا خط و بعد فرمولشو نوشته همون راهه، ولی خب با رفت و لعاب. خب محیط دایره‌ای مثلا چی گفته؟ سوال 8 میگه محیط دایره محیطی مربعی. آها خیلی سوال خوبیه. ببینید وقتی یه شکلی داریم مثل این مربع، هم میتونه داخلش یه دایره قرار بگیره، هم میتونه مربع داشته باشیم که دایره دورش قرار بگیره. به این دایره‌ای که دور قرار گرفته میگن دایره محیطی. دورش قرار گرفته، به این مربع میگن مربع محاط شده. حالا این دایره محاط به این مربع میگن محیط شده. محیط یعنی دور. محیط دایره محیطی مربعی. پس الان
کدومو میخواد؟ محیط دایره محیطی مربع اینه که بین خطوط x مساوی با a، x مساوی با a چیه؟ مثلا این، اینم a، x مساوی a به علاوه 2، اینم a به علاوه 2، این نقطه a به علاوه 2، همه خطوطی که روی این خط قرار دارن a به علاوه 2. حالا بریم سراغ ایگرگ بی و ایگرگ بی و علاوه دو. خب این مربعمون کجاست؟ اینه. محیط دایره محیطی، خب یعنی این. من اینجا شکلش رو رسم کنم، ما یه دایره ای داریم، یه دونه مربع داخلش محاط شده، ضلع مربع 2، قطرش چقدره؟ قطرش همون قطر دایره میشه، از رابطه فیثاغورس، 2 به توان 2 به علاوه 2 به توان 2، 2 رادیکال 2 میشه قطرش. پس شعاع این دایره میشه رادیکال دو، پی آر دو میشه مساحت، محیطش خواسته 2 پی آر، 2 پی رادیکال 2، گزینه 1. دقت کنیم محیط رو با مساحت اشتباه نگیریم، تو گزینه ها داشت. محل برخورد کدام دو خط روی نیم ساده ناحیه 4 قرار دارد؟ ببینیم، وقتی ما دستگاه محورهای مختصات رو رسم میکنیم، یه نیم ساده رو به اول و سوم داریم که ایگرگ مساوی با ایکس، هر نقطه‌ای در نظر بگیریم ایکس و ایگرگش با هم برابره، یه نیم ساده رو به دوم 4 داریم که ایگرگ مساوی منفی ایکس، ایکس و ایگرگش قرینه. گفته چی؟ ناحیه 4. پس ایگرگ و ایکس باید قرینه باشن، باید همه اینا رو حل کنیم. یه روشش اینه، بیایم از یکی از گزینه ها شروع کنیم، مثلا این گزینه 3، در 2 اگر ضرب کنیم ایکسش هست بشه 6 ایگرگ مساوی منفی 4، ایگرگ مساوی منهای 10 میشه 7 ایگرگ مساوی منفی 14، ایگرگش در اومد منهای 2، اگر ایکسش در بیاد 2 درسته، منهای 2 که بذاریم اینجا 4 ایکس مساوی منهای 10 به علاوه 2، نه ایکسش در میاد 2، به درسته دیگه ایکس و ایگرگ قرینه. اما تو این گزینه ها ببینیم آیا منهای 8، آخ این اشتباه حل کردیم، منهای 8 میشه منفی 2، این نیست، اما این یکی، در 2 ضرب کنیم اینو در منهای 3 ضرب کنیم ایکس هست میشه 4 ایگرگ منهای 9 ایگرگ میشه منهای 5 ایگرگ، 10 به علاوه 13 ایگرگش میشه منهای 13 پنجم. حالا کی میخواد اینو جای گذاری کنه؟ 3 ایکس منهای 26 پنجم مساوی با 5، 3x مساوی 5 به علاوه 26 پنجم، 25 به علاوه 41 پنجم، نه این نیست، چون اگه ساده کنیم نمیرسه. بریم گزینه 2 رو حساب کنیم، در 4 و 6 اینو در 6 ضرب کنیم اینو در 7، ایگرگش میپره 24 و 35 میشه 59 x،
66 منهای 7. اه چه خوب در اومد. معمولا یه جوری میدن که بتونیم راحت تر به دست بیاریم. x1 کافیه y منهای 1 در بیاد. 5. آره دیگه این 5 میره اون بر تقسیم بشه میشه منفی 1. و سوال آخر میگه خط با شیب M بر خط با شیب منهای 1 اموم عمود است. عمود منصف این پاره خط رو حساب کنیم. معادلش رو ببینیم از کدام نقطه میگذره. ببینید ببینیم اول نقطه A 5 و منهای 3 اینه، مثلا 7 و 1 هم مثلا اینه. این خط ما پاره خط ما. عمود منصفش رو با یه رنگ دیگه، عمود منصفش مثلا این. شیب آبی رو پیدا میکنم، بعد گفته شیب منفی 1 اموم میشه شیب خط مثلا عمود منصف دی. پس اول ام آبی رو پیدا میکنم که میشه منهای 4 منهای 2 2، این میشه منفی 1 دوم، این شیب خط دی. عمود منصف یعنی چی؟ یعنی وسط خط پاره خط رد میشه. پس یه نقطه شو دارم دیگه، این نقطه M مختصاتش وسط 5 به علاوه 7 تقسیم بر 2 میشه 6، منهای 3 به علاوه 1 تقسیم بر 2 میشه منفی 1. وقتی بخوایم مختصات وسط یه پاره خط رو به دست بیاریم، طولا به هم جمع تقسیم بر 2، عرضها با هم جمع تقسیم بر 2. حالا میگیم ایگرگ منهای 1 مساوی منفی 1 دوم در ایکس منهای 6، ایگرگ میشه منفی 1 دوم ایکس به علاوه 3 که منهای 1 بشه به علاوه 2. حالا میایم ببینیم از کدوم یکی از این نقاط میگذره. این نیست، چون اگر قرار بدیم 4 رو میشه 0، 4 رو الان اینجا قرار بدیم باز میشه 0، 6 رو قرار بدیم میشه منهای 3 به علاوه 2، اینم نیست. 6 رو قرار بدیم منهای 3 به علاوه 2 منهای 1. خیلی ممنون، حتما به سایت مراجعه کنید. متشکرم، خدا نگهدار.